مراسم تشییع پیکر آیت الله لزما شیخ لطفالله الله صافی گلپایگانی قدس سر در شهر مقدس قوم برگزار شد این مرجع تقلید شیعه در سن 103 سالگی و پس از عمری خدمت به دین حنیف اسلام و مذهب حق تشیع دار فانی را ودا گفت همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مراسم تشییع پیکر آیت الله العظمى صافی گلپایگانی قدس سره با حضور علما و فضلا و با همراهی دهها هزار تن از شیعیان و محبین اهل بیت علیه السلام در شهر مقدس قوم برگزار شد در این مراسم که از میدان جهاد شهر مقدس قوم آغاز گردید پیکر آن سعید در میان خیل کثیری از جمعیت به سمت حرم متحر حضرت معصوم سلام الله علیها تشییع شد کسرت جمعیت در این تشیی به حدی بود که خودروی حامل پیکر این مرجع تقلید به سختی در میان مردم پیش می رفت. این مراسم با حضور نمایندگان بیوت مراجع معظم تقلید، علما، شخصیت های حوزوی و دانشگاهی و اخشار مختلف مردم برگزار گشت. پیکر پاک این مرجع تقلید پس از اقامه نماز توسط داماد ایشان آیت الله شیخ علی کریمی جهرمی. و طواف بر دور مسجع شریف حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها طبق وصیت معکد ایشان به شهر مقدس کربلا منتقل گشته و در حرم متحر سید و شهده علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد. در پی ارتحال این مرجع تقلید شیعه مراجع تقلید و حضرات آیات اعظام سید صادق شیرازی سید محمد تقی مدرسی سید صادق روحانی سید علی سیستانی شیخ وحید خراسانی شیخ بشیر نجفی شیخ اسحاق فیاض و بسیاری از مدرسان و مدرای حوزه های علمیه در بیانی های رحلت ایشان را حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف و جامعه شیعیان جهان تسلیت گفتند. آیت الله العظما صافی گلپایگانی قصص سره علاوه بر بیش از 150 جلد تعلیفات ارزشمند شاگردان بسیاری را برای خدمت به جامعه تشیع و تربیت نموده و در دوران مرجعیت خود نقش بسزایی در استقلال حوزه ایفا نمودند. ایشان همچنین با رهنمودها و توصیه های پدرانه خود سعی در اصلاح وضعیت شیعیان داشتند. معظم الله در یکی از آخرین دیدارهای خود با رئیس مجلس ایران نیز با استناد به آیات و روایات و همچنین سختی معیشت مردم توصیه هایی را درباره لزوم اصلاح روابط با کشورهای جهان فرموده بودند که با واکنش تند برخی از مخالفان همراه گشت. این مرجع تقلید شیعه همچنین از مخالفان برقراری روابط با سنی های تندرو طالبان و اداره افغانستان به دست آنها بود و از اعضای جامعه جهانی خاصه بود جلوی این گروه تروریستی را بگیرند